همکارمان تاجودین سروش که این موضوع را دنبال کرده با ما همراه شده تاجودین در مورد آن چه آقای خامنه ای در آخرین سخنرانیش گفته بیشتر است تو میشنویم سخنان آقای خامنه ای این بار جالب بود و همچنان هشدارآمیز به اسرائیل و امریکا هرچنده که قبلا به دنبال حمله اخیر اسرائیل به ایران اعلام کرد که این مسئولین جمهوری اسلامی ایران است که در مورد پاسخ به اسرائیل تصمیم میگیرن اما حالا واضح گفت که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به حمله اخیر اسرائیل دندان شکن است این به چه معناست معنایش است معنی که قطعا حالا ایران آماده پاسخدهی به اسرائیل است و این پاسخدهی هرچند که بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که قبل از انتخابات آمریکا یعنی قبل از روز سهشنبه خواهد بود اما حالا که این پاسخ قبل از روز سهشنبه است یا یعنی چیزی قطعی معلوم نیست چیزی دیگری که در این اه، 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 تقابل دو طرف وجود داره ای است که جمهوری اسلامی ایران این بار پاسخ چیگونه خواهد بود که بسیاری ها در مورد این مسئله هم شک و تردید دارند و تحلیل های متفاوتی ایراد شده اما بدون شک رویارویی این بار و یا هم حملی این بار جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل با واکنش شدید اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که متحد نزدیک شش مواجه خواهد شد و هرچندی که دیشب ما دیدیم که آمریکا اعلام ها. کرد که دوازده فروند تیاره های غلپیکر بی پنجا و دو به میانه اعزام شده و این نشان از آمادگی تمام معنای آمریکاست که هر آن گونه حمله احتمالی ایران با هر گونه حمله در واقع آمادگی نشان بده از آمادگی ها بارش های جنگی یادآوری کردی تا جدین با حمله دوباره ایران اوزا به کدام سمت خواهد رفت پس؟ بسیار سوال مهمی است شرایط فیلی در خاور میانه قطعا شرایط بسیار حساس در طول ده های گذشته است تا اگر جمهوری اسلامی ایران حمله اش یا هم واکنشش در اسرائیل چیزی باشه که تخریب و یا هم زیان های جدی را به اسرائیل وارد بکنه و تلفات داشته باشه و خسارات زیادی داشته باشه بدون شک اسرائیل او را بی پاسخ نخواهد گذاشت هرچند که دیشب رسانه های اسرائیلی میگفت که اسرائیل و ارتش کشور آمادگی های زیادی امنیتی را روی دست گرفته که حساس نامیده شده حالا که حساس چی هست ما نمیدانیم در موردش ولی بدون شک اسرائیل یک کشوری با سلاهای هسته ای است هرچند که رسما اعلام نکرده سلاح های بسیار پیشرفته ای داره و امکانات فوق زیاد داره حالا ای که تا اون مرحله میرسه یا نمیرسه بحث بس بسیار زیاد جدی است که در مورد ای که انتخابات امریکا و کجا می انجامه اگر نتیجه تا پیش از انتخابات امریکا ایران حمله نکنه واکنش نشان نده، بعد از انتخابات معلوم شود که تصمیم گیری در مورد حمله یا واکنش اسرائیل به خاک ایران به کدام یک از نامزدهای برنده واگذار خواهد شد خانمی هریس یا آقای ترامپ که در او, سر در او صورت هم جواب متفاوت خواهد داشت چرا که هر یک دلست. از نامزدها برنامه های متفاوت خود شده دارد سروش همکارمان ممنون برای جزیات که کرده. کردیم